سلام رفقا، به کانالم خوش اومدین. یه سلامی ویژه به تتلیتیا. این روزا خیلی پیگیر اخبار تتلو هستید. آخرین چیزی که در موردش شنیدم این بود که نوشته بود به دلیل تشویق به فساد و فحشا و نمیدونم اینا حکمی به زودی براش بریده میشه، و بعدم نوشته بودش که همچنان در حال تحقیق و کار روی پرونده هستن. این آخرین خبری که در مورد تتلو شنیدیم. من خودم خیلی امیدوار هستم که حالا یه عفی چیزی بهش بخوره، ولی خب حقیقتا نمیتونیم خیلی ایدئالگرایانه فکر کنیم که پس کلن عف بخوره و آزاد شو فرداش هم بهش مجوز کنسرت بدن. مثلا شاید بگن که چه میدونم مثلا 15 سال زندان، بعد بیان بگن که حالا مثلا عف خورد شد یه سال، ولی اینکه اصلا هیچی ندن یه ذره بعیده، چون اگر چنین کاری بکنن دیگه صدای خیلی از این ارزشی ها اینا در میاد. بریم با هم یه ویدیوی خاطره های تتلو، خاطر انگیزترین لحظات تتلو، این قسمت دومشه. قسمت اولش رو لینکش رو این بالا میذارم. امید فرد عزیز درست کرده. امید فرد از تتلیتی های خیلی خوبه، رفیق خیلی خوب. بچه حتما فالوش بکنید توی اینستاگرام بچه تتلیتی. ما عادت کرده بودیم که تتلو هفته یه دونه ترک بده، حالا که دیگه خودش نیست که ترک بده، ما خاطره هاشو نگاه میکنیم و گوش میکنیم. توی اون یکی کانال هم آهنگ حرم سرا رو میذارم، چون خیلی گفتید که حرم سرا رو گوش بکنیم. اون کانال رو حتما ساب بکنیم. پینکسیشو بریم. سلام مردم عزیز، ملت شریف، روزتون بخیر. آدمو یاد این مجریای سسخال تلویزیون و رادیو میندازه. امروز تا شمیر داریم. هلو، یادم یه مدت خیلی از این فیلترها استفاده میکرد، هی هر روز از این فیلترها میذاشت و اینا، یعنی واقعا دلمونو شاد میکرد با کاراشا. به غیر از وقتایی که چیز میزد، کامیونای بد میزد، بقیه وقتا فقط انرژی مثبت بود، جاش خالی. امیر تتلو چی؟ خطاب به نخوندم، خطاب به چی شد؟ انگلیسی زبان ها عکس بیلی آیلیش. Hello my friends, how are you? Fine, thank you. And you? I am to the black world. Into the black world and very comfortable are that. What about you? من خیلی دلم خواست از تتلو بپرسم که انگلیسی از کجا یاد گرفته. آقا انگلیسیش واقعا خوب بود، در حد کسی که نه دانشگاه رفته نه مثلا کلاس زبان رفته، واقعا انگلیسیش خوب بود. یعنی خیلی راحت با تمام خارجی‌ها ارتباط برقرار می‌کرد، با همه اعضای بند حرف می‌زد. و جدی من می‌خوام بدم انگلیسی از کجا یاد گرفته، اگه می‌دونین بنویسین. تتلو وضعیت الان فضای مجازی، همه دنبال ویو گرفتن از تتلو. یعنی انقدر همه واقعا دنبال این بودن از تتلو ویو بگیرن، گفت من فقط برم خودم رو تسلیم کنم، بشینم گوشه زندان که دست از سر من بردارن. تتلویی که همه این داستانا به چپش بود دیگه واقعا دیوونه شد از دست اینایی که هر روز از تتلو ویدیو درست میکردن. بگو ما از این کم گفتم، آدم پست بیشرف، اصلا نگاه کنه تتل نگه. یک لحظه معذرت. الو آقام تتلو، سلام، خوب هستین؟ سلامته بابا؟ ما با قرآن مجید از وقتی ما رو انداختیم بیرون ما یک شب درست نخوابیدم. این میگه ما رو انداختیم بیرون، فکر کنم این منظورش همین پسر از اسم نمیارم، کسی که قبلا با تتلو ویدیو میگرفت و کار میکرد و خونش بود و بعدن اومد علیهش و به نفع سرغورش یرفت، فکر کنم منظورش اونه. فیلم هایی که پخش کردم همه اینا رو پاک میکنم، با قرآن پاک میکنم. مثلا شما یک شب دیگه اجازه بدین ما بیام ویلا؟ ما اصلا قول میدونم نه بابا، ما هم رو میکنم، همه رو گوخوری کردم. ها شما نگاه ساعت یعنی دو نفر اگه فوش بدن نمیتونی جواب بدی، یکی علی پروینه یکی تتلو. من ما پرواز میگیرم میام دیگه، تو رو با قرآن بزنی ما یک یه ببری میخواستی پشت ما بزنی تسوکای خانومی پاکیان نمی چی داری بزنی. چش الان میام رو چشما تتلیفن و ما ای رمشی آتان بشه باعث افتخار سلطان. خدا حافظ شما. خب چی میگو؟ میگفتی تتلو چقدر اذیتت میکرد و عذابتون. تتلو اذیت میکرد؟ اصلا خیلی مرد شریفی، خیلی هم عالی. ما از این آدم جز خوبی ندیدم. همین الان داشتی میگفتی نه داشتی میگفتی زدتون میدازه. آقای بازی شما همیشه حرف میزنن تو دهن ما.
همیشه حرف میذاره. مرتی که احمد خودت داشتی میگفتی عذاب داده. من میخوام برو ما. اسنپ من اومده. این داستان خیلی واقعی بود به نظر من. میدونی نمونش چی بود؟ این که تو فضای مجازی همه داشتن به تتلو فوش میدادن، بعد تتلو میرفت فرودگاه، همه داشتن قربون صدقهش میرفتن، همه باش عکس میگرفتن، یه نفرم اونجا فوش نمیداد. خب چجوریه؟ پس اونایی که فوش میدن کجان؟ اونایی که داشتن توی فرودگاه قربون صدقهش میرفتن کجان؟ یا مردم واقعا دو قطبی ان، یا اینکه واقعا تتلو رو میبینن فوشاشون یادشون میره. اصلا دیگه نمیفهمم چه سلطان چاره مصونیت چیست؟ مصونیت هم با سس دندونش. آقا روی این دیکته هاتون کار کنین، چه وضع دیکته است؟ هی هکسره رو اشتباه مینویسین، حروف رو اشتباه مینویسین، چیکار میکنین؟ سلطان چاره مصونیت چیه؟ کس هر چی هم هم بپرسی جارت کس خوب یک محمه گنده آماده. ای خدا چجوری انار میخوره؟ چرا اینجوری انار میخوره؟ من هر بار انار دون کردم در تمام مدت دون کردن به کل کائنات فوش دادم. یعنی سخت‌ترین کار دونه به من بگم برو اورست رو فتح کن ولی انار دون نکن، فقط انار رو باید بخوری رو باید دون کنی. چرا اینجوری میخوره؟ بچه ها اینجا یخه میشاشی سوراخ میشه. نگاه خیلی بارو چیتی داری این کارو میکنه ازش فیلم میگیره؟ یعنی این سوراخ من الان ببین. یه باور کن شما حواس منو پرت میکنه، من دارم میخونم. هی میگه امیر 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 رو کیره خرش دار کن حالا داداش بسخولی اون چیزی که من میگم رو بخون. عجبا خدایی من میخواستم توی کنسرت خوش ندم. توقع داره بگم آقا قد کن جانم داداش چی میگی؟ بله با مثلا داداشت صحبت کن بابا آهنگ رو بخون. همه جایی ایرانی بازیه دیگه. چی کار کنم؟ بو گل میاد خب چی کار کنم؟ بذار بگید داره میششه دیگه چی کارش منم؟ بیا بعد ما رو این استان میگفتیم آقا کاندوم تو دستشویی نگیر نندازید، همه میگفتن چقدر تو بیادبی. بابا کاندوم انداختی تو دستشویی تو بیادبی. راست میگه، تو انداختی بیادب نیستی، اونی که میگه نندازین بیادبه. بعد آقا چرا جدی میرین کنسرت؟ اصلا نه فقط کنسرت، من اینو دقت کردم. ببین یه جا خارجیات مثلا یکی داره صحبت میکنه سکوت کامله، خب همه دارن گوش میکنن. از اون سال 57 که اولین روزایی که مثلا توی اون حسینیه سخنرانی بود و اینا، تا همین امروز هر جا هر کی داره سخنرانی میکنه، تو عروسیه، تو کنسرت، همایشه، سخنران داره حرف میزنه، همه هم دارن با هم دیگه حرف میزنه. اصلا من هیچ وقت اینو نفهمیدم. راست میگه دیگه، نکنین دیگه ایرانی بازی. یه چیز بگم در مورد تتلو، حالا یه وقتی که میومد کامیون فوش رو اینا میذاشت اون داستانش فرق میکنه، واقعا اون کار درست نبود. ولی از اینایی که اصلا دیدی رفیقا به هم دیگه فوش میدن، مثلا میگن فلان خول فلان چی چی اینجوری، حتی مثلا دیدم رفیقایی که بعد میگن مادر فلان، یعنی بینشون این فوشا فوش نیستش، واقعا واسه شوخیه. یعنی به یه مرحله رسیدن که همدیگر درک میکنن. تتلو مثلا اینجور مواقع فوشا شاید شوخی خنده بود، چون حتی به خودش هم فوش میداد، یعنی فرق داشت با اون مثلا کامیونای فوش و اینا. بشینید گلم نکشید بچه‌های خوب باشید. آهنگ خودشو دامبولی چیزک کرده. لیریکس آه 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 خوننش آه 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 خوشی.
شیک میزنم. یعنی فکر کنم بزرگترین گیس خودش به خودش داد. دقت کردین از وقتی که تتلو نیست دیگه کسی نیست ما رو بخندونه؟ جدی همش فاز مثبت و انرژی. کلا دو تا شخصیت داشت، یه وقتی که قاطی میکرد که یهو چششو میبست همه رو از دم پوش میداد، بعد تازه فرداش هم دوباره با همه آشتی میکرد. یه شخصیت دیگهش همش در حال خنده و شوخی و اینا بود و واقعا انرژی مثبت. الان از وقتی نیست هیچ کس نیست ازن از این کارو بکنه به ما انرژی و شادی بده. دوستان بچه‌ای که مثلا تو ایران یا حالا هر جا هستن اونا دیگه هیچ کسموس ندارن، دوست مختار مستقر ندارن، اونا باید چیکار کنن؟ جنگ راه حله. بله. مرسی. دخترها چطور؟ دخترها فرقی نمی‌کنه. فرقی نمی‌کنه. دخترها با چوچولشون بازی کنن. من دلم تنه از دل خوش خوشی. این چیزه بچه هست؟ آره. باشی هم سفر شده که باش بزنم سر بگم اونجا طرف خوشی. این بچه فکر کنم که از محبوب ترین شخصیت های تلویزیونیه، حالا نه فقط تو ژانر کودکان چون بزرگتر رو بیشتر اینو نگاه میکنن. و علتش میدین چیه؟ اینه که فوش میده. یعنی اگه مؤدب بود اصلا کسی نگاهش نمیکرد، چون همش فوش میده همه دوستش دارن. دقت کردین مثلا چیز فوش دادن سبک فوش دادن آیسان اسلامیه که همه باش حال میکنن، یا مثلا خود تتلو وقتی که به شوخی فوش میداد. بعد برام خیلی جالبه اینقدر تلویزیون یا همین فیلمه چی بود خط استوا، خیلی برنامه دیگه از همین آهنگای تتلو استفاده میکنن و اسکیشون رو میرن، بعد تازه به تتلو هم میگن که نمیدونم باعث فساد و فحشا و نردبونا رو جمع کنی من خودم بالا برم. حالا سعی کن هی بالا تنت بازی بدی وقتی که ببین اون کاری که میکنی اینجوری چی آدم نمیتونست جدی باشه. فایتر چونیه؟ فایتر نقاط مثبت این فایتر این که چونیه نشون بدی نداری بلی یعنی اینجوری سرکش جدی فکر کنم وسط مسابقه این کارو بکنی یارو پشماش میروزه حریفت حواسش پرت میشه میزنه میندازیش. آهنگ قفس اهنگ حضورت خواهد من با شخصیت میدن اینجا بای اشمان نیسته من رو اصلا بیارید اینجا تقریه حضورتون میشه. خلاصه آهنگ قفس این همون ویدیوی لایوی نبودش که با سحر قریشی گرفته بود؟ نمیدونم این همون بود یا نه، ولی یادمه اومده بودش چیز تو اون اتاق و اون صندلی یوتیوبی و اینا خیلی ذوق کرده بود، خوشحال بود. شعر بهداشتی تتلو گویند که با عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان گرامی، خواستم یک بیت شعر رو در این روز زیبای پاییزی به شما هدیه بدم. شاعر میفرماید که گویند که پشم کس لیلی از اندازه گذشته بود خیلی. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. اینجا استانبول، صدای رادیو تتل. شاید که باورتون نشه ولی این بیت شعر به خیلی مسائل بهداشتی هم داره اشاره میکنه. یعنی لیلی با اون لیلی بودنش پشم کسش خیلی از اندازه گذشته بود. اینه که نذارید پشمای خود را بیارایید و کلی پیام اخلاقی بهداشتی در این شعر بود. ساده از این شعر نگذرید. مرسی. یعنی به زبان آن روز داشته میگفته که پشمای خودتون رو بزنید. نظافت رو رعایت کنید. امیدوارم که تونسته باشم با این یک بیت شعر به شما هم پیام اخلاقی بهداشتی داده باشم، هم لبخندی رو بر لبانتون که از صبح بلند میشین قیافتون این خایه باقی به کس کشا و هم اخ میکنید بگم یعنی همون بگم فقط شاید به یک لبخند تغییر کرد. آقا اصل پیام بهداشتیش فقط تو آهنگ فکر کنم بذارم نفت در بیاد بود که میگفت باسن تو با الکل بشور. اصل پیام بهداشتی اون بود. های قشنگ آدم فضایی شده.
این کیه نوشته صورتت خراب شده؟ صورت بابات خراب شده کسکش. یه دو روز اصلاح نکن ببینم صورتتو درسته. صادق جان موام تو کس ننت کلاسیک های آهنگ جوان خریداره. What the fuck. امید جان اینا چیه گذاشتی وسط ویدیو؟ اون نمیدونم پشم صورتم و فلان. و امید واقعا باید یه ممیزی روی ویدیوهایی که برای من درست میکنی انجام بدی. نه ببینم چه واسه نشست رو ویبره میخنده. معلومه خیلی خوابم میاد. نه ببینم چه واسه نشستی منتظر چی هستی زیر تیک تک میایی باید باشید درخصید. ماشالله همه آهنگای پاپ هم حفظ بودش. خدا منو بکن. خدا بقلم خوابه. آقا پسرهای تتلیتی میگن چرا ما رو دعوت نمیکنی؟ آقا من دخترها رو دعوت میکنم کار دارم باشون. با پسرها کاری ندارم که. درسته؟ تو با پسرها کار داری؟ بابا چی؟ شاعر میگه دیشب تو باغ فردوس دعوا بودش سر کس. منو پاتی کس خلومه تا صبح زدیم تلومه. هفته بودیم صفا کنیم یه بچه دست رو با کنیم. فاتی خواهی تو سایه دست شمالیت بخواه. امید جان رعایت کن اینجا خانواده نشست. اینو چی تو ویدیو میذاری؟ ماشالله باریکالله چیز نمک بازی ها دست هم میذاری. من فکر نکنم هیچ کس اندازه تتلو از این فیلترها استفاده کرده باشه. از این فیلترها بذاریم. ماماها تو اکلیل مالیدی؟ اینو کم کن. آقای محترم بله. اسم اینجاست. تو چرا به اینجا نگاه میکنی؟ ریخته بیرون. بعد میگه چرا به اینجا نگاه میکنی؟ ادا تنگ بازی دیگه در این ها نداریم. انداختی بیرون ببخشیدا. من الان دوربینو بذارم کیرمو بندازم بیرون تو به فیس هم نگاه کنی؟ بله آقای محترم اون چیز هست. نه چیزی که بالاخره حواست پرت میشه دیگه. نه حواسم پرت نمیشه وقتی اینقدر طرف داری این برا این بر. نه کجا حواسم پرت بشه آخه عد همون یه جا تتو نداره میزنه چی شد کردی؟ منو نگاه چرا سوال و جواب نمیدی ندادی؟ چیه داری به خودت میزنی؟ نکنه شلاقه که دیشب استفاده کردی؟ نه این خواهی دختر من نمیدونم کیه کلا این چند تا چیز ازاش همینجور تو اکسپلور ندارم. ولی خیلی داغونه آقا خیلی داغونه. این از این داغونه رو تو رو خدا فالو نکن ایمپرشن ندین. ای باقره اسمش. یعنی تتلو همه رو معروف کردم. مرد تو چرا با اینا واقعا لایو میذاشتی؟ من وقت ندارم جواب بدم. کسکش تو گوز کدوم چونی وقت نداری جواب؟ اینو به شایه گفت یا به سامان ویلسون گفت یادم نمیاد. به یکی از اینا گفتش جواب بدی. تتلو حرم امام رضا. هلو مای فرند اومدیم حرم امام رضا. برای همه تون دعا کردیم از خدا میخوام که برای به همه بچه های تتلیتی عشق و سلامتی بده. سایه پدر مادرتون بالا سرتون باشه. قربان شما. با تو بغض و فحش و ناسزا یه کمی محل به درد قلب سرد ما بذار. میگن هر وقت که بریدی از همه کس و همه جا برو پا بوس امام رضا. امام رضا بعضی ها میپرسن این چیه؟ این خایه باقر اسمش. ریاکشنش گذاشتم تو کانال اگه دوستش این سرش کنی نگاه کنی یا میذاریم بالا برای ضربه زدنه. اگر که به صورتتون اینجوری ضربه بزنید همیشه جوان و جویای نام باقی میمونید. حالا چرا بهش میگن چیز باقر؟ باقر از کجا اومده؟ مثل من پیره مرده پشت بر نارو. خیلی آدم داغونیه. این همین امین فردینی که تتلو خودش باش لایو گذاشت و اینم
باسنشو گنده کرد جز کسایی بود که بیشترین ضربه ها رو به تتلو زد. یعنی واقعا چقدر آدم ها عجیب و غریب میشن. مگر اینکه دروغ به بافی بازم نمیخواید بیدارشید؟ آقا من اینجا یه اعتراف بکنم، من تنها کسی که توی مجازی و توی عالم واقعی نمیتونم پشت پرده‌شو بدم بیرون این تیم تتلوه. یعنی هیچ یعنی هیچی نداره. ما جلوی پرده بازی میکنیم، مثلا پشت نمیبینی. راستش بخوای منو که اصلا پردمو زدن. یعنی من جای شما تتلیتیا بودم، شما که خوب هماهنگید. آقا دست به کی میکردم کانال آدم میبستم. جدی تعجب کنم کوتاهی کردی. هیچی نداره. یارو میره مطب دکتر، شنبولشو میندازه رو میز و دکتر میگه چیه؟ مشکل چیه؟ راست نمیشه؟ میگه نه. میگه میخاره؟ میگه نه. میگه حساسیت داری؟ میگه نه. میگه میسوزه؟ میگه خب چیه؟ مشکل چیه؟ یارو میگه هیچی آقای دکتر، ببین چه ناز خوابیده. تو این آهنگه لیلی جنده پولی بوده. میگه لیلی مال من، لیلی مال تو، لیلی مال من و تو و یه گردان. من دقیقا همیشه سر اون آهنگ همینو میگفتم، بودم چجوری لیلی، یعنی آمول منفعه بوده، چجوری بیت المال بوده، همه ازش استفاده میکردن، میگن نن اشتراکی. لیلی مال من، لیلی مال تو، لیلی رو بردا ببریم گردان. میگن خرابا شانس دارن. ببین باز اون خرابه نشسته آهنگ خونده. اینو یه ویدیو هستش که بچه جوره مامانهاشون اگه تتلو گذاشتن، اونم ریاکشن کردم، لینکشو پیدا کنم میذارم بالا. یکی از خنده‌دارترین ویدیوهایی بودش که دیدم. اکثر مامانو کول و از قند تاسه یه سرم ادا در میابردن، والا خودشون یواشکی گوش میکنن دیگه. مامانا کن به کمک دوستم اومدیم اسفند رو تو کنیم. اسفند دونه بازتر نمیشه؟ اسفند 33 دونه. چشمه دخیل، حسود، بدنظر، تنگ نظر، تنگ ادا، تنگا، خارکسته، مادر جنده، چش ننه به کون، ننه به کس. آقا پوشایی که تتلو میداد یعنی قشنگ ساخته خودش بود، یعنی باید کپی رایت میزد پوشاشو، چون پوشا رو اختراع میکردش. اصلا باید یه کتاب درست کنه فقط دایره المعارف پوشای تتلو. همه بهتره که ایشالله به حق بنشن، ایشالله به حق بیشتر از اینا، حتی شیشتن هفتن خیلی تن تن به تن بهتره که تشم از زود تاو با او آو با او نه سوزی آلا سهالم به هم بخورن بس چه نگوی صبح داشتن صداش فرد استامی قدیما یا یکی میرم کسیجت صدای آروه دختره میومد، این میره کس میکنه صدای نیست. من تو رو اذیت میکنم؟ آره دومو ببین، دومو تکون بده ببینن اینا، این عاشق منه، من اینو اذیت میکنم چیه؟ من تو رو اذیت کردم آخه، من تو به اینا بگو. بیا دیگه، همین کارا رو میکنی، میگن سگ آزاری میکنی دیگه، بیا کس کش دیگه. صبح تا شب تو هرچی میخوای به ما بهت میدیم، یه دقیقه میگن بیا نمیای، بیا 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 فندق بدم، بیا کس سننت حالا که نمیای. کیرم تو جامعه سنف سگی، گندتونو گاهیدم، دوبرمنه گندتون، کیرم تو دهن دوبرمنا. واو واو، استعداد و تخیلات در فوی ساختن 10 از 10. خیلی کسکشی. این دفعه تو میای اینجا اینجوری میکنی فندق میخوای دیگه، کیرم رو میدم دست دون بابد بایسا. بهترین کامنتی که خوندم میدید چی بود؟ یارو زده بچه ها عکس مشروب تو استوری، الان نیم ساعت دیگه هممونو پوش میده. پشمام ریخته دستت، پشمام ریخته دستت،
پشمام ریختت دستت ماری، پشمام ریختت تستت امیر. و محمد سلا، محمد سلا میدونه گل بزنه این دفعه. سلا خیش خسروان دارم محمد سلا بکنیدم بیدم. محمد سلام این تتلو از اینایی که خیلی پشت خورش ملسه، یعنی هر کار این بنده خدا میکنه یه عده دارن پشتش میدن. یه بار درخت کریسمس گذاشته بود، مسلمونا ریخته بودن فوش خار مادر بسته بودن بهش، بعد سر جریانه فلسطین هیچی نگفته بود فوش میدادن، یه چیزی میگفت فوش میدادن. این بنده خدا همیشه داره فوش میخوره، باقیش هم که مصدومه. باشه صدای ابی و منم بلدم در بیارم. ستاره های سوربی فانوسکا، واقعا مرد ساره، اینو منم بلدم. یا اون ازم رو برنگردون بچه بانانم، من یکی هستم ولی یکی از هزارانم. ببین هر کدوم یا مثلا کوه میذارم رو دوشم. من این استعداد تتلو رو نمیدونستم اینقدر خوب تقلید صدا میکنه. بازم از این ویدیوی تبلیغ چیه تقلید صدا اگه داری امید درست کن، خیلی خفم بود. من گوشم بله در خدمت آقای امیر تتلو هستیم. دروغ میگه، من گوشم. دروغ میگه، من گوشم. نمیخواد من خراب کنه. واقعا اینجوری ها، یعنی مثلا 10 ساعت کنارش باشی و حالش خوب باشه عین 10 ساعت آدمو میخندونه، یعنی اصلا نمیشه از دهنه یکی یه جمله در بیاد تتلو شوخی نکنه. دقیقه شخصیتش اینجوری بود. اولین سوالی کرده پشت سر بد نمیگم، فقط ازم فاصله بگیر. این چی همسر؟ من فکر کنم ترکو ریلیس نکرده بود مگه نه؟ ازت مونده فقط یه مشت اکس و یه مش خاطره یه پیر. چقدر تتلو قدیما قشنگ میخون. من خیلی خوندن قدیماشو بیشتر از این جدیداش دوست دارم. پشت سرت بد نمیگم، از من و قلبم دور شد. اگه تا حالا هم بودم بدون دلم مجبور شد. پشت سرت بد نمیگم، پشت سرم دیگه برو آینده تو تو من خسته نبی. پشت سرم نگو که من بی خودیدم پرت بودم، عوضی من همونیم یومی همسرت بودم. این ترک رو نمیدونم ریلیز کرده یا نه، چقدر قشنگ بودش. حسن بابا گفته بودی ترکی که تا حالا ریلیز نشده رو میخوام بدم ولی هنوز نداده، امیدوارم بده. واقعا عادت کرده بودیم هفته یه دونه ترک بده و الان چقدر جاش خالیه. امیدوارم که اون ترک رو زودتر بده. واقعا نسخ آهنگ جدید تتلویم و مرسی که با من نگاه کردین. از اون کانال غافل نشین، من دوستتون دارم. خدافظ.